خب قسمت دوم مقاله 50 فدرالیستیم که توسط مدیسون نوشته. توی قسمت قبلی گفتیم که این ادامه ای از مقاله 49 که مدیسون میگه چپ و راست ما نمیخوایم بیایم یه کنوانسیون را بندازیم و یه قانون اساسی جدید بنویسیم. که یادتون باشه تو مقاله قبلی گفتش که یه جایی هست که قانون اساسی رو باید عوض کرد، ولی اگه هر لحظه شما بخوای قانون اساسی رو عوض بکنی یا بخوای نماینده ها رو سینجیم بکنی این برنامه ها، دیگه تمام اعتبار و اعتماد این دولت و نمایندگی و اینا از بین میره دیگه. آدم باستین یه مقداری اعتماد بکنه به قانون اساسی و کسایی که انتخاب کردن، مردم انتخاب میکنن که کار دولت قشنگ جلو بره، و اینایی هم که انتخاب شدن برن یه مقداری کار خودشونو جدی تر بگیرن، نه اینکه هر لحظه یه برنامه پیش اومد بگن نه ما بس بدویم بریم از مردم شهرمون بپرسیم در مورد هر چیزی نظرشونو بپرسیم. انگار 3/4 وقتشون تلف میشه فقط تو این عیاب و ذهابی که برن بپرسن چه کاری بکنن. یادتون باشه اون زمان تلفنی نبود، نمیدونم فلانی نبود، همه چیزا با عرابه و گاری و اسب. خب حالا بسته ایدش کدوم سوار باشی. بعد مدیسون هم که این مثال کمیسیون سانسور ایالت پنسیلوانیا رو گفت و اونجاست که میگه نگاهی بکنیم و اینا، این به ما درس ادب یاد میده که نمیخوایم چپ و راست قانون اساسی رو عوض بکنیم یا از این کمیسیون های چرت و پرت بذاریم که جایی که بیان مرهم درد ما بشن مزاحم بشن. بعد پاراگراف آخر این مقاله: Where the precaution taken of excluding from the assemblies elected by the people to revise the preceding administration of the government. Revise یعنی عوض کردن، دو مرتبه نوشتن. All persons who should have been concerned in the government within the given period, the difficulties would not be obviated. The important task would probably devolve on men who with inferior capacities would in other respects be little better qualified. Although they might not have been personally concerned in the administration and therefore not immediately agents in the measures to be examined, they would probably have been involved in the parties connected with these measures and have been elected under their auspices. از میگه فقط درد سر برای خودتون میخرید که بیاید هر دفعه چند وقتی قانون اساسی رو بنویسید، و یا اینکه از این کمیسیون ها را بندازید، چون اینا مردمی که توی این کمیسیون ها را تشکیل میدن همونایی هستن که در انتخابات قبلی با هم دیگه جنگ و دعوا داشتن. خب همین جنگ و دعواشونو چیکار میکنن؟ حالا میان تو این کمیسیون میکنن و کمیسیون هم هیچ غلطی نمیکنن. راجب ایالت پنسیلوانیا الان بهتون گفتم که یونی کمرال بود و بای کمرال نبود که بعد شد. پنسیلوانیا توسط یه خانواده یک شخصی به نام ویلیام پن تأسیس شد. ویلیام پن کویکر بود. کویکر همونجوری که جای دیگه گفتم یکی از فرقه های یا مذاهب مسیحیه که به انسان دوستی و اینا خیلی شهرت دارن. این وقتی اومد این ایالت پنسیلوانیا رو راه انداخت، یکی پنسیلوانیان پس اسمش از همون پن میاد، ویلیام پن، خیلی سعی کردش که اولین ایالتی باشه که سعی بکنه یک سرزمینی باشه که
همه رو قبول بکنه و حتی برای محاولا بومی های اون زمان می گفتن که اونها رو هم بایستین مساوی با هم دیگه با ما رفتار بکنیم، باشون رفتار بکنیم، به چشم برادری ببینیم، که یه همچین برنامه توی ایالت های دیگه نبود. رسام این کویکر ها رو من خیلی خوشم میاد ازشون و یه جاهای دیگه ای هستش که صحبت هایی کردم و احتمالا میبینید. من فکر میکنم که جهان، آمریکا واقعا خیلی خوششانسی آورد که این گروه خیلی کوچیک توی آمریکا بودن، چون واقعا از نظر انسان با رفتار کردن و اینا همیشه نمونه بودن. و منم راجع به اون جان وولمن بهتون صحبت کردم که خیلی خوشحالم که یه روزی اتفاقی به یکی از نوشته هاش چشم خورد و جوری آشنا شدم با یکی از نوشته هاش و مطالعات کردم در مورد این کویکرا و خیلی آدم های درستاوی هستند. حالا بعد هم بیشتر راجبشون صحبت میکنی. این مقاله دیگه تقریبا ادامه مقاله قبلی بود، زیاد نمیشد زیادم روش خیلی بچسب و اینا. حالا مقاله بعدی که مقاله 51 اون یه ذره طولانی تره، این مقاله کوتاه بود. خب حالا بعدا در خدمتتون خواهیم بود.